کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پس از بررسی حواشی شهرآورد 76 رأی خودش رو صادر کرد. پرونده مربوط به بازی روز جمعه که بین تیم‌های استقلال و پرسپولیس به عنوان شهرآور تهران انجام شد، طی دیروز و امروز روی میز کمیته انضباطی بود که نهایتاً عصر امروز ما تونستیم رأی این بازی رو صادر بکنیم. یادداشتایی کردیم که در دو بخش در رأی کمیته انضباطی آمده است. یک بخشش مربوط به رفتارهای ناشایست اهم از برخی شعارهای اهانت آمیز بود و بخش بعدی این رفتارها پرتاب ترقه یا احیانا مواد مترقه بود که ما اینها رو تنبیه کردیم، به نحوی که باشگاه استقلال 5 میلیون تومان و باشگاه پرسپولیس 15 میلیون تومان جریمه شدن. در عین حال صحنه‌های خوبی هم این دیدار داشت، از جمله اینکه همونجوری که قبلا هم گفته بودیم از هر تیم یک بازیکن رو به عنوان بازیکن اخلاق و بازیکنی که مخصوصا با توجه به تغییر کاپیتان‌های دو تیم قرمز آبی دو بازیکنی که تونستن در انسجام بازی هم کمک بکنن انتخاب کردیم که آقای سید جلال حسینی از تیم پرسپولیس و آقای پژمان منتظری از استقلال رو هم تقدیر و در واقع قدردانی شد ازشون.